با یاد و نام آفریدگار بزرگ، با داستانی دیگر از کانال باتیس در خدمتتون هستیم. این داستان ابراهیم ادهم. ابراهیم ادهم یکی از بندگان خوب و پرهیزگار خداوند بود که در زمان زندگیش به پاکی و درستی مشهور بود و داستانهای زیادی از او نقل می کنند. ابراهیم یکی از شاهزادگان بلخ بود و روزی تصمیم گرفت برای شکار به صحرا برود. او سوار بر اسب تیزپای خود شد و به صحرا رفت و در صحرا آهوی جلوی چشمش ظاهر شد. ابراهیم با اسبش به دنبال آهو روانه شد که ناگهان صدایی آمد و به او گفت: ای ابراهیم، مگر تو را به خاطر این کار آفریدند؟ ابراهیم وقتی این حرف را شنید، انگار تازه از خواب بیدار شده بود. او جواب داد: نه، من برای این کار آفریده نشدم و تا به حال اشتباه می کردم و در مسیر غلطی زندگی می کردم. من برای خوشگذرانی و لذتهای زود گذر دنیا آفریده نشدم. سپس از اسبش پایین آمد و به راه افتاد. ابراهیم در راه چوپانی را دید که یکی از چوپانان پدرش بود. او اسب و لباس خودش را به آن چوپان داد و لباس کهنه چوپان را گرفت و پوشید و به صحرا رفت و روانه شهر مکه شد. ابراهیم در شهر مکه با سفیان ثوری، یکی از کسانی که نقل حدیث می کرد و جزء دانشمندان اسلام بود، آشنا شد. او آنقدر در شهر مکه احکام دین را با جدیت یاد گرفت و دنبال کرد که خیلی ها می گفتند او اسم اعظم خداوند را یاد گرفته است. سفیان ثوری می گوید: یک روز با ابراهیم ادهم تصمیم گرفتیم به سمت شام سفر کنیم. هوا بسیار گرم بود و بعد از اینکه کمی راه رفتیم برای ما امکان نداشت که به راه رفتن ادامه دهیم. ابراهیم زیر سایه درخت اناری نشست و مشغول استراحت شد. محصول آن درخت انار ترش بود و ابراهیم به خاطر ترش بودن از میوه آن درخت چیزی نمی خورد. ناگهان از درخت صدایی بلند شد که: ای ابراهیم، به ما منت بگذار و ما را گرامی بدار و از میوه ما میل کن. از وقتی این صدا را شنید، دو عدد انار از درخت چید، یکی را به من داد و دیگری را خودش خورد. بعد از چند ساعت استراحت کردن به شهر شام رفتیم و بعد از چند روز تصمیم گرفتیم برگردیم. هنگام برگشت در بین راه به همان درخت انار رسیدیم. ما با کمال تعجب دیدیم که آن درخت انار از بین تمام درخت هایی که در آنجا بود بیشتر رشد کرده و رشیدتر و سرسبزتر شده است. به دوستانم گفتم بهتر است با هم برویم و از میوه‌های آن درخت انار که در این مدت اینقدر رشد کرده و سرسبز و رشید شده است بخوریم. ما کنار درخت رفتیم و از انارهای آن خوردیم و با کمال تعجب دیدیم که تنها انار آن درخت اصلاً ترش نیست و بلکه بسیار شیرین و خوشمزه تر است. تازه فهمیده بودم که معنای صدایی که از درخت بیرون آمد و گفته بود: ای ابراهیم، ما را گرامی بدار و از این درخت و میوه هایش میل بفرما، چه بود؟ آری، معنای صحبت های آن درخت این بود که اگر ابراهیم ادهم، آن بنده صالح خداوند، از میوه های آن درخت بخورد، به برکت توجه ابراهیم، انار ترش آن درخت تبدیل به انار شیرین خواهد شد.